وزارت کالای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک جنایت قلابی به مبلغ خیلی بزرگ هنگام خرید فروش خانه ها در پایتخت خبر داد. بنا به اطلاع وزارت، به شعبه وزارت کالای داخله در نوای اسماعیل سامانی با عریضه زن 34 ساله ساکن شهر باختر مراجعه نمود است که صحنه 20 دکمبر سال 2016 مرد 38 ساله ساکن پایتخت بروی فریب به باوریش در آمده از او 70,800 دلار آمریکایی گرفته وعده داده است که از خیابان رودکی از بنای نوبنیاد حجره استقامتی گرفته میگید، اما تا حال وعدهش را اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به ساکن دوشنبه بر اساس ماده 247 کدکس جنایتی تاجیکستان برای قلابی به مبلغ خیلی بزرگ حکم زندان و یا جریمه تعدید میکند. وقتهای آخر حالتهای قلابی هنگام خرید فروش خانه ها در تاجیکستان زیاد شده است. تازه یک روز قبل وزارت کارهای داخله خبر داده بود که هنگام گذراندن چهارمین های اپراتیوی جستجویی کارمندان میلیسیا زن 50 ساله ساکن شهر دوشنبه را با گمان قلابی دستگیر کردند. نامبرده ماه دکمبر سال 2021 برای فریب به باوری مرد 53 ساله ساکن پایتخت در آمده از او خانه استقامتی واقع در کوچه زرفشان را با مبلغ 350,000 سومانی خریداری نموده وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما زن خانه مذکور را به دیگر شخص فروخته مبلغش را تا حال برنگردانیده است، گفته می شود در خبر.